فعالان مسلمان در آمریکا نگران حملات افراطی ها به مساجد هستند. به گزارش شیوز در همین راستا یک گروه پیشرو حقوق مدنی مسلمانان آمریکایی از جامعه اسلامی خواست تا در پی تهدید به خشونت نژادپرستانه در این کشور و تا پایان مراسم تحریف جو بایدن رئیس جمهور جدید این کشور بیش از حد هوشیار باشند. شورای روابط اسلامی آمریکایی کایر همچنین گفته که احتمال حملات خشونت‌آمیز حامیان برتری نژاد سفید مسلح در تمام 50 ایالت تا روز تحلیف وجود دارد و بر تقویت اقدامات امنیتی در عبادتگاه‌ها تأکید کرده است. حذیف شهباز، هماهنگ کننده حقوقی و تحقیقاتی کایر در بیانیه‌ای گفت: ما همچنین رهبران دینی را تشویق می‌کنیم تا امنیت خانه‌های عبادت به ویژه مستقر در پایتخت‌های ایالتی را بررسی و تقویت کنند. شهباز از مساجد و سایر نهادهای اسلامی خواست اقدامات لازم را که در کتابچه شورای کایر با عنوان ایجاد امنیت در مساجد و جامعه آورده شده به کار بگیرند. بر اساس گزارشی از یاهو نیوز، FBI پیشبینی خشونت احتمالی طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را کرده و در صورت بروز اختشاشات بزرگ برنامه‌های احتمالی را در پیش دارد. اعضای گروه راست افراطی بوگالو گفتند که راهپیمایی مسلحانه‌ای در سراسر کشور در واشنگتن دی سی و تمام 50 پایتخت ایالت در 17 ژانویه برگزار می‌شود. هفته گذشته طرفداران عصبانی ترامپ با حمله به ساختمان مرکز آمریکا ضمن فریاد زدن و به اهتزاز درآوردن پرچم‌های ترامپ و آمریکا و همچنین بنرهای مرتبط با گروه‌های راست افراطی نظم عمومی را برهم زدند. مقامات امنیتی همچنین پیش از مراسم تحلیف بایدن در 20 ژانویه نمایندگان را در مورد تهدیدات اضافی مطلع کردند.